اتاق کارم دیدین، احتمالاً اینجا هر از گاهی دارت بازی میکنیم. خوراکی ها که از سری پیش مونده باید یه مرتبی بکنم اینجا رو. پنجره هم رو رنگ کردند، واسه همین بوی رنگ هنوز یه خوره توی اتاق میاد. صبح ها که میام اینجا رو وا میکنه، با اینکه هوا سرده کلیس خورده هوای تازه بیاد تو. همه جا هم که پاییز شده. چه معمولا فصلش که باشه توت فرنگی هم میریزم توش، ولی چون دیگه فصل توت فرنگی تموم شده ولی هنوز این بلوبری ها فصلشون هست، دیگه فقط بلوبری بهش اضافه میکنم. این بطری های رو میبینین بچه ها؟ من سعی میکنم روزی یه لیتر آب بخورم، میدونم خیلی کمه ولی از اونجایی که اصلا آب نمیخوردم یه مدت، دیگه هر روز میام یه دونه از اینا میذارم اینجا، روزی یه دونه میخورم، بهتر از هیچی عدم. بچه من این سری راجب کارم دیگه هیچی تو این فیلم نمیگم، چون یه فیلم کامل دو سه سال پیش درست کرده بودم راجب برنامه هایی که باش کار میکنیم، مثلا پروژه هایی که داریم، محل کارم رو نشون داده بودم و اینا، واسه همین اینجا دیگه قرار نیست این کارا رو بکنیم، فقط گفتم کوتاه اینو بهتون نشون بدم، دلم نمیاد اینو بهتون نشون ندم. ببینیم پروژه‌ای که داریم این سری کار میکنیم ترمینال اتوبوس اصلی شهر پیانه. اینجوری اتوبوسا میان این زیر وای میستن، مردم میان سوار میشن، اینجا ادارشه و اینجا که میبینین خالیه، قراره یه برج ساخته بشه بره بالا، اون حالا پروژه سالهای آینده است. ببینین اون قسمتی که من بهتون نشون دادم این تیکه بود، توی این عکس کامل نیست و این سقفه که شیشه و تیراهن و این چیزا داره زیرش رو توسا بایی نیستن، اینم اون برج است که گفت. بچه ها ما پنجشنبه ها نهارو شرکتمون میگیره، پیتزا هم میگیره همیشه، بعد این باعث میشه که جمعه ها من نصف پیتزا مونده باشه و جمعه ها هم پیتزا بخورم. یه خوره کار کردن بعد گفتم که بیام پیتزایی که باقی مونده بود از دیروز رو بخورم که دیگه حیف نشه. برنامه همیشه نهار جمعه منه نصف پیتزای پنجشنبه میمونه. از سر کار برگشتم اومدم خونه، بعد با عطا الان تصمیم گرفتیم بیایم کنار خونمون، یه جاییه که مغازه‌های مختلف داره، ماشین فروشی هم داره، نمایندگی رنو هم داره، گفتیم بیایم یه نگاه بندازیم به اینا. البته که من ماشینمو خیلی دوست دارم و تا آخر عمرم میخوام نگرش دارم ولی عطا میگه ماشین اوراقی رو بنداز بره. آقا عطا خدایی بهترین ماشین دنیا نیست آلفا رومئوی که من دارم؟ بابا بجنس. حالا این ماشین ها رو نگاه کنیم بچه ها، این چیه؟ نیسان ایکس تریل. ایکس چی؟ ایکس تریل. ایکس تریل 42900، 20000 کیلومتر را رفته، مال پارساله، یه سال و نیم پیش. البته ماشین اینقدر گنده ما نمیخواییم، میشه رفتوش؟ نه. من اولی ماشینی که داشتم رنو سنیک بود که تصادف کردم، نمیدونم دیدین فیلمشو یا نه، ولی فکر کنم 5-6 سال پیش تصادف خیلی خیلی بدی کردم که ماشین از دو طرف اصلا نصف شد و ایربگای اینور تمام زده بیرون.
که من واقعا از رنو راضی بودم. حالا میخواین مسخره کنین یا چی، واقعا به نظر من رنو داشتم، آلفا رومئو داشتم، پژو داشتم و به نظرم رنو همشون بهتر بود. توشم همیشه قشنگه رنو، برعکس ماشینای دیگه که خوشگل نیستن. اصلا معلوم نیست از اینجا. کپچه مال یه سال پیشه، 24690. چقدر رفته؟ ننوشته. آه 7000 تا رفته. چیز خاصی نرفته، نوع ماشین. اینجا داچیاه که داچیا هم برای رنوه، در حقیقت تحت نظر رنوه. مدل های مختلف. رنو سنیکه برقیه. تبلیغش رو زده اونجا. من رنو سنیک داشتم ولی مال 20 سال پیش. 20 سال هم مال 2005 بود. این چیه اینا قشنگه؟ کپچه رو برقی. این هم کپچه رو برقی، به درد کار ما نمیخوره. ما خیلی باش میریم تو جاده مسافرت میکنیم. ببینیم این تو چه خبره. چیه اینقدر خوشگله؟ رافائل؟ الان 56000 یورو عطا. ببینم باز میشه. آره واو، چه توی قشنگی داره، شبیه تسلا توش. بچه اینو ببینین چقدر زشته، بیچاره شبیه ماشین پسته. آراتی شبیه مینی ماینر درست کردنش. توش قشنگه. میگم کلن دیزاین توی رنو به نظرم خیلی قشنگه. خب بچه این رنو کپچره درسته؟ من میگم خیلی بزرگه واسه کاری که ما میخوایم بکنیم، ولی عطا میگه خوبه. ببینین توش چه قشنگه. بسیار ساده ولی شیک، مینیمالیست، قشنگ. بذاریم بیرونش هم بهتون نشون بدم. آلام بلینک آلا یه چیزه. چه صندوق بزرگ داره؟ صندوق بزرگ داره. صندلیاش هم میخوابه. آره از این هست که صندلی مثل سنی که من صندلیش میخوابه. قشنگ جا میشه. شبا فشار بدی. فشار بده بسته میشه دیگه. 25890 که شما میتونین لیزینگی بگیرینش، ماهی 230 یورو که بیمه ماشین هم اضافه میشه بهش. سنیک شاسی بلند شده. سنیک من کوچیک بود، چقدر عوض شده قیافش. بچه ببینین چه چیز خفنی کشف کرده تا. بگیر سقف رو نگاه کنید، تیره شد. الان حتی میتونی چی تنظیم کنی به این وقت آفتا بخوره. آره همشو با کن، با مزستا. ولی یاد دکمش خراب شد دیگه، همش آفتاب میخوره تو کلت. آره خدایی حیفه این ماشین زیبا نیست بدیمش بره به جاش رنو بخریم. ما سر راهمون اومدیم یه ماشین فروشی دیگه هم دیدیم، گفتیم اینجا هم یه نگاهی بندازیم. ببینین بنوه 22800، 44000 کیلومتر رفته، مال 4 سال پیشه. فورد 25000 یورو. پژو 2008 24800، مال 2 سال پیشه، 26000 کیلومتر هم رفته. فورد پوما 22900. یوندایی 52000 یورو، مال 2 سال پیشه، 14000 کیلومتر رفته. تا اون ته ماشین های مختلف گذاشته. لندروور، دیسکاوری، شاید مال مردم هن. پارک کردن. ببینین اینجا ساختمون فورده، اونجا هونداه، اینجا ولووه، اون ته جگوار و لندروبره، کیاه اینجا. مثل این منطقه آتشداله، کل ماشینا رو داره. حالا میخواییم بریم توی دکاتلون. دکاتلون یه مغازه وسیله های کمپینگ و ورزشی و اینا میفروشه.
برای قیمتش ارزون تر از مغازه‌های دیگه است نسبتاً. این ور هم اوبلیکس داره راستی، حواسم نبود. مب فروشیه که اونم یه جورایی آشغال فروشیه دیگه. مزخرف‌ترین جنس‌های مبلا رو میتونین توی اوبلیکس بخرید. الان بریم ببینیم دکاتلون چیا داره. خوشگلن اینا. دوچرخه‌های شهریه. 400 یورو. خوبن واقعا، ارزونن. حالا اینکه خوبن کیفیتش یا نه رو نمیدونم، ولی قیمتاش خیلی مناسبه واسه دوچرخه. 5500 یورو دوچرخه. 4500 یورو. یعنی میگم فقط 300-400 یورو نداره، همه چی داره. ببین تو حاضری 5000 یورو بدی دوچرخه بخری؟ اگه پول اضافه داشته باشم. بچه ها من رنومو 3000 یورو خریده بودم و ماشین الانم هم 6000 یورو خریدم، واسه چی باید یکی 5000 یورو بده دوچرخه بخره؟ خیلی عجیبه، با همون قیمه میتونی ماشین بخری. بچه ها ما الان اومدیم سوپرمارکت، اینو ببینین چه بامزه است. حالا دلیلش چیه رو نمیدونم. جیمسونیه که کلا هم میدن بهتون. ببینین بذارم پیش این جیمسون. این بالاش یه همچی کلاهیه که میتونی بذاری سرت. سبزم است. آره اینجا هم که ویسکی های مختلف. جک دانیل 30 یورو. جیم بیم اصلی 19 یورو. اینجا شیواز 12 ساله رد لیبل 19 یورو. هنسی 44 یورو. این برم شراب هاییه که تو اتریش ساخته شده. و اینک خانوم ها و آقایان، خوشمزه ترین بستنی دنیا. بن اند جری با براونی. یعنی بچه ها منو بگیر، اگه شما بستنی میخوردین و این بستنی رو تا حالا نمیخوردین، تا الان بستنی نمیخوردین. اما خامنه‌ای بستنی، اگر بستنی نباشد بستنی. 7 یورو یه خوره قیمتش گرونه، ولی بچه ها به من اعتماد کنید میارزه. آقا حتی هم مگنام میخواد. دو تا شیکمو میان سوپرمارکته به این عظیمی چی برمیدارن؟ بستنی. مگنام هشتایی با طعم بادوم 11 یورو. 17 یورو بستنی خریدی. آخر هفته ما شروع شد. شنبه شبه. ساعت چنده؟ طرف 7:30. داریم میریم وسط شهر وین. باورتون میشه که چراغای کریسمس رو زدن؟ این عجیب نیست؟ ببینین چراغای کریسمس رو زدن، هنوز روشن نکردن ولی از الان زدن. از یه دو هفته دیگه هم روشن میکنن. تازه هنوز هالووین نشده آخه، بذارین هالووین رو جشن بگیریم بعد کریسمس رو. حسی کنم امسال پیشواز اومدن. بچه ها خیلی جالبه، الان فکر کنم اواخر اکتبر دیگه، یه هفته دیگه هالووینه، ولی هوا گرمه. اصلا 17 درجه است، امروز 17 درجه بود. این اسبا رو نگاه کنین. آره داشتم اینو میگفتم که هوا 17 درجه است، قشنگ کیف میده واسه یه قدم زدن. انگار نه انگار که آخرای اکتبر و هالووین و آره مثلا اگه 5-6 سال پیش بود، حتی کمتر 2-3 سال پیش این موقع برف میومد. میگن کره زمین داره نابود میشه، ما باور نمی کنیم. گلم اسب حسی کنم میخواد لگد بزنه. بایی دارن ماچ میکنن هم دیگر رو. کنسرت داره، کنسرت توی کلیسا. این هم صفه اونه.
بچه اینجا گرونتری منطقه شهر ویانه. اون ته رو نگاه کنین، لوی ویتون ساختمونشه. اگه آدم ها برن اون مشخص میشه این ساختمون لوی ویتونه. اینجا هرمسه و همه مغازه های واگینر و این چیزا همه اینجاست. عطا هم اینجا یه چی میگن به اینا به فارسی؟ خونه پیدا میکنن؟ بونگا معاملاتی پیدا کرد. او واو، اینو نگاه کنین، منطقه 19 که یه منطقه خیلی خوبه تو ویان. 130 متر خونه، حیات داره 232 متر، 1,500,000 یورو. ای قصر آخه عطا، 2,500 متره. آره منطقه 19 هم هست. خونش 2,500 متره، 14-15 میلیون یورو بچه ها. خب اینایی که این طرفه قیمتاش منطقی تره، ببینین آپارتمانایی که از 56 متر شروع میشه، 56 مترش 394 هزار یورو، منطقه 4، منطقه 4 قلب ویانه یه جورایی. اینم همینطور، همون منطقه 4، 129 متر 1,195,000 یورو. این یکی هم منطقه 18 که منطقه خوبیه، 36 مترش 244 هزار یورو. اینجوری از قیمت ها. منطقه 22 نزدیک خونه ما، 29 متر از 159 هزار یورو. چه ارزون. این بار کامپاری رو دیدی؟ این پشتم کامپاری بار که پر آدم بود، کامپاری نوشیدنی ایتالیاییه. ما 2-3 سال پیش بود، نه یا خیلی 3-4 سال پیش بود، رفته بودیم میلان، اونجا دیدیم که بار داره. چون اصلا نمیدونستیم، مثل این میمونه که مثلا چه میدونم ابسولوت بار باشه، مثلا یه نوشیدنی یه خودش بار بزنه. بعد الان چند وقت توی ویان هم اومده و ما تا حالا نرفتیم، ولی به نظر خیلی قشنگ و جذاب میاد. یه بار حتما میریم امتحان میکنیم. البته که نوشیدنیش خیلی بدمزه است، حداقل من خوشم نمیاد. نه یعنی آره همون، نه یعنی بگین که خیلی خوشمزه است و چرا این حرفو میذاری اینا. واسه من خیلی شیرینه، اصلا یه طعم خیلی تلخ و شیرینی میده. آره خیلی سلیقه‌ایه، من خوشم نمیاد اصلا، ولی خیلی دوست دارن و میشینن مینوشن دیگه. امشبمون آغاز میشه از الان. ما میخوایم بریم توی اینجا بیلیارد و دارت بازی کنیم. بچه این بر رو نگاه کنین، اینجا کابار است، کازانووا. این بر کابار است، این بر بیلیارد و دارته. خب در نهایت ما به بیلیارد رسیدیم. نرسیدیم هنوز. آها دارت میخواییم بریم. راستیگی راستیگی، دارت هم میشه اینجا بازی کرد. اومدیم دارت بازی کنیم. بچه ها این بازی جدیدم داره، منو ببینید، اسمش هست زارت. اینو تو خوب بازی میکنی. فقط پول نقد. چقدر شلوغه. مثلا هالووینی کرده. آره اصلا عوض شده، چقدر میزاش زیاد شده. با بچه ما میخواستیم دارت بازی کنیم که متاسفانه دارتاش پره. گیمبال، گیمبال الان کجا بریم؟ الان بریم یه جای دیگه. بچه ها ببینین، اینجا همون جاییه که من میخواستم برم. بریم ببینیم توشو، بیاین. یه جاییه که هیچکی نیست. خب اول در نگاه اول میگین که اینجا چه جای ترسناکیه، خفتمون نکنن. بعد تازه میرسیم به این دره. این دره آره، این دره که خیلی ترسناکتره. بعد میگی اینجا دیگه خف میشیم، بعد میرین تو. آره میشه جزلن. Thank you.
اونور که جا نداشت اومدیم به امید اینکه اینجا جا داشته باشه. ببینیم اینجا جا داره یا نه. داشت میزد دارت نداره؟ شاید یه جا دیگه از دارتش یکی نداره تو. آره بالا که دارت نداشت. اینجا دارت نداشت، ما فکر کردیم دارت داره ولی نداشت. الان دیگه دوتا دیگه دوستامونم دارن میان و دیگه میخوایم تصمیم بگیریم که دارت که کنسله، اونور که پر بود. بیلیارد هم به نظرم جا نیست، یا حداقل بعد رزرو کنیم. نه بعد وایسی تا یه میز خالی بشه دیگه. آره آدم تو صفه. بله بچه‌ها دارن میگن بریم هارد راک کافه غذا بخوریم. اینجا که لباس مباسای هارد راک رو میفروشه. حالا ببینم واقعا میخوان بیان هارد راک کافه یا میرن یه جا دیگه. اینا هم تابلوهای هنرمندان معروف. بخش اینا چند؟ چنده؟ دست پنج رو گفتن سرده بیرون که آخر برگشتیم به همین جا. ما آخر سر اومدیم نشستیم توی هارد راک کافه و میخواییم غذا بخوریم. از بیلیارد و دارت و جز و اینا رسیدیم به هارد راک کافه. خب بچه ها که قیمت ها دستتون بیاد، برگرش و این چکلی سیب زمینی و اینا 19.95. آره ببینین همبرگراش عکسم داره، 20 یورو، 21 یورو، 23 یورو. سالاده اینطوری داره 21 یورو، 20 یورو. خب بچه ها سیب زمینی بیکن با پنیر، این برای عطا. همبرگرش گفتم خیلی کوچولوه. چیز برگرم اب نداره، حالا بخور ایشالله سیر میشه. حداقل سیب زمینیش نسبتا بیشتر از عکسشه. بزنیم تو سس. مزه سیب زمینی میده. نوشابه 5.25. سیب زمینی هایی که من سفارش شده بودم 6.75 دونه ای. چیز برگر 20 یورو. شیانتی شراب قرمزی که گرفتم 5.80. روزه نوشیدنی پاتریشیا 5.60. آبجو 5.30. یه کوکتل داشتیم 13.35. یه آبجو گینه 6.75. خب بچه ها ما الان اومدیم همینطوری توی یه دیسکو باری. طرف اومد گفت بیاین تو، به تو شات رایگان میدن. ما اومدیم هیچکی اینجا نیست، هیچکی نیست. سلام، همیشه دوست داشتم با میکروفون صحبت کنم. سلام، حال شما چطوره؟ شما رو دعوت میکنم به یه بخشی که میخوام با مردم پرنک برم. پرنک برم، پرنک. آره برو. با همین دوستی که رندوم دمه بار وایستده میخوام مصاحبه کنیم. ساری؟ سلام. حال شما خوبه؟ ای شما ایرانی هستی؟ ایرانی هستم. اتفاقی ایرانی در منی، خوب میشه. چی میل دارین؟ چی؟ چی میل دارین؟ من هر چی بدم مهم نیست. این چیه؟ ودکا ماراکویا. آفرین، ببین ودکا داد یعنی آدم عاقل. ببین شاعر میگه میکروفون دست ماست، بیاین بگیرین دکه دست شماست، بیاین حالا بس بگیرین. میگم که چه بامزه که تو خیابون یهو خفتمو کردن، گفتم بیاین اینجا هم برخصین هم بهتون رایگان شات میدیم. سکیوریتی ایرانی بود. آره سکیوریتی ایرانی بود. دیدید ما داریم فارسی حرف میزنیم. گفتش که بیاین برین شات رایگان بگیرین و برخصین، دستش درد نکنه. بچه بیا. سلامتی. با مزه آب آناناس میده. پیناکولاداه. مزه آب آناناس میده، الکل نداره اصلا. تو دیسکو هیچکی نیست، ماییم، کل دیسکو واسه ماست.
بعد.